به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. قطعات خاص در میان 10 نیروی ارتش جهان، قطعات نیروهای خاص افغانستان مقام سهم را کسب کرده. یکی از نیروهای ویژه ارتش فرانسه مقام اول را در این لیست کسب کرده. نیروهای قطعات خاص افغانستان در هر عملیات خود را به هدف رسانده و یکی از بی‌ترس‌ترین نیروهای ویژه جهان لقب گرفته است. دعای محب بر روح نجیب، زاویه پنهان یک فاتحه سیاسی. علی موسوی، خبرگزاری افق. آقای محب نخستین مقام رسمی است که از آرامگاه دکتر نجیب دیدن می کند. این رویداد واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی برانگیخته و با توجه بر روند سال میان حکومت و طالبان، بحث های جدی را درباره پیام ها و پیامد های این حرکت معنادار در پی داشته است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، در سفر به ولایت پکتیا از آرامگاه دکتر نجیب الله رئیس جمهوری پیشین بازدید کرد. آقای محب اولین مقام دولتی است که از آرامگاه دکتر نجیب بازدید می کند. دکتر نجیب آخرین رئیس جمهور رژیم کمونیستی تحت حمایت شوروی سابق در افغانستان بود. حکومت نجیب در ماه ثور سال 1371 از سوی مجاهدین ساقط شد. پس از سقوط کابل به دست طالبان، نجیب و برادرش از سوی این گروه به نحوه به قتل رسیدند و طالبان پیکرهای آنان را در چهارراهی آریانا به پای برق آویختند. آقای محب نخستین مقام رسمی است که از آرامگاه دکتر نجیب دیدن می کند. این رویداد واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی برانگیخته است و با توجه به روند صلح میان حکومت و طالبان، بحث های جدی را درباره پیام ها و پیامد های این حرکت معنادار در پی داشته است. اقدام غافلگیر کننده و غیر معمول مشاور امنیت ملی در بازدید از مقبره دکتر نجیب و دعا خواندن بر روح رئیس جمهور فقیده که به باور دشمنانش یک کمونیست بی خدا بود، به خودی خود اساسیت برانگیز است. این امر اما در شرایط پیچیده بحران امروز افغانستان می تواند فراتر از یک سنت شکسته معنا و پیام و پیامد داشته باشد. دکتر نجیب از معدود رهبران افغانستان بود که در طول دو دهه اخیر سهم و جایگاه مثبت یا منفی او در تاریخ معاصر افغانستان عمدتاً با اغماز، احتراز، آگاهانه مراجع رسمی روبرو بود. زیرا نظام مدرن مستقر عمدتاً از دو طیف دکتاتورهای بازگذشته از غرب و بقایای مجاهدین بازمانده از قبل تشکیل شده است. هیچ یک از این دو طیف به دلیل سیاسی و ایدولوژیک میانه مساعدی با نجیب و باورهای او ندارد. جهادی ها رسمن با او جنگیده و رژیم سیاسیش را ساقط کردن و از غرب بازگشته ها نیز شاهد حمایت های گسترده مالی و تسهیلاتی حامیان غربیشان از جریان های جهادی برای براندازی رژیم کمونیستی بودن. با این حساب چرا حمدالله محب برای شکستن این سکوت 20 ساله پیشگام شده و چرا اکنون برای این اقدام انتخاب شده است؟ تحلیلگران مسائل زیاد را در این زمینه مطرح کردند. اینکه آقای محب در صدد نقش آفرینی به مثابه یک بازیگر محوری در تحولات سیاسی آینده افغانستان است و به همین دلیل از همه کنون تلاش میکند تا روی احساسات خفته و گرایش های نافته اقشار فراموش شده و جمعیت جوان افغانستان انگوش بگذارد، آنها را برانگیزد و بیدار کند و به همین ترتیب برای خود شهرت و محبوبیت و سرمایه سیاسی و اجتماعی فراهم آورد. از این منظور از آقای محب به عنوان رئیس جمهور آینده یاد می شود که با هدایت و حمایت اشرف‌غنی در صدد است پس از او هدایت کشور در اختیار بگیرد. اعطای رتبه مارشالی به یک چهره بحث برانگیز قومی ازبک که علی‌رغم میل حلقه قومی مسلط بر ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، هم یکی دیگر از دلایل ارائه شده برای این حرکت حمدالله محب است و اینکه آقای محب سعی میکند با قهرمان سازی از میان رهبران پشتون تبار افغانستان بخش از واکنش های منفی جامعه قومی پشتون در قبال مارشال شده دو دوستم را مهار کند و بفروشد.
با این حال از آنجا که دوستم خود مسئول دستگاه فکری و تشکیلات حزبی نجیب بود، گرچه در پایان علیه او و زمینه سقوط رژیمش را فراهم کرد، همچنین دکتر نجیب به دست طالبان کشته شد و حضور یک مقام ارشد دولتی و امنیتی بر آرامگاه او عامل این پیام مهم و معنادار است که گرچه طالبان نجیب را کشتند، اما راه و آرمان او ادامه دارد و قاتلینش امکان بازگشت به قدرت را نخواهند یافت. تشکیل کابینه، 5 چالش قدیمی و 1 چالش جدید. پس از امضای توافقنامه سیاسی که بن‌بست چند دهه در کابل پایان داد، اکنون راه برای تشکیل کابینه جدید و معرفی دولت آینده پیش از هر زمان دیگر هموارتر شده است. گرچه به نظر می رسد که رایزنی های فشرده و چانه‌زنی های پشت پرده سیاسی برای تشکیل کابینه آینده در پشت پرده جریان دارد و به همین منظور اشرف غنی رئیس جمهور برخلاف سنت های پیش به بهانه عید به منزل کرزی و عبدالله عبدالله رفت، اقداماتی که تصور می شود یکی از انگیزه های آن رایزنی ها با آنها درباره ترکیب و تشکیل دولت آینده بوده است. اما سرانجام این اتفاق رخ دهد و دولت جدید تشکیل شود. در همین راستا حداقل 5 چالش قدیمی و 1 چالش جدید فرارای تشکیل و ترکیب دولت آینده وجود دارد که پرداختن با آنها شاید بتواند مسائل مبتلا به مدیریت کلان کشور را در روشنگاه قرار دهد و مسئولان تیم ساز را به تدوین و اجرای فیصله های بهتر به منظور رهایی از چالش های مورد اشاره کمک کند. 1. برنامه 5 ساله. نخستین چالشی که ممکن است وجود داشته باشد، بی برنامگی مهره ها و چهره های است که قرار است برای 5 سال آینده ساکن هدایت یک وزارتخانه را به عهده بگیرند. یک وزیر در کنار معیارهایی که در قانون اساسی مشخص شده و مسائل دیگر که رئیس جمهور و شریک دیگر او در قدرت مد نظر قرار می دهد، باید دارای یک برنامه مدام قابل تعریف و اجرا پذیر برای 5 سال پیش رو باشد. تجربه های گذشته نشان می دهد که وزرا اغلب بر بنیاد زد و بندهای سیاسی، گرایش های حزبی و قومی و سهمیه بندی سیاسی کابینه گزینش و منصوب شدند و اغلب آنها در ابتدا امر هیچ سر رشته از کار وزارتی که بر عهده گرفتن نداشته و به همین دلیل برنامه های نیز برای پیشبرد عموم آنان ارائه نشده است. با این حساب ارائه برنامه 5 ساله باید یکی از پیش شرط های معرفی افراد برای مقام های وزارت ها باشد. دوم، صلاحیت و مسئولیت. چالش دوم فقدان یک مرز معنادار میان دایره صلاحیت و گسترده مسئولیت یک وزیر در حکومت های گذشته بوده است. این مهم به ویژه در حکومت وحدت ملی به نحو قابل قبول توجیه تشدید شد، زیرا تقسیم و سهمیه بندی کابینه هر یک از دو تیم رقیب را ترغیب میکند تا در کار دیگر مداخله کرده صلاحیت آن را سلب کند و یا به مسئولیت های خودش عمل نکند. ایجاد شوراهای چنگانه و مصادره صلاحیت های ذاتی وزرا و اجتماعی آن در یک شورای بزرگتر هم به همین مسئله دامن زد و به همین ترتیب بسیاری از وزرا عملا خلل صلاحیت کرد و به برخی دیگر از وزرای صلاحیت های فراتر از دایره اقتدار قانونی یک وزارتخانه بخشید. انتظار می رود در دولت آینده هر وزیر طبق قانون مسئولیت و صلاحیت های تعریف شده مشروع و مشخص داشته باشد. مثلا وزیر مالیه کار وزارت خارجه را انجام ندهد و وزیر ترانسپورت جایگاه شایسته یک وزیر را داشته باشد. سوم، پاسخگویی و قانونمندی. معضل دیگری که در دولت پیشین در ابعاد وسیع وجود داشت فقدان پاسخگویی و قانونمندی وزرا بود. مثلا وزرا در برخی موارد در برابر هیچ مرجع پاسخگو نبودند و این امر منجر به فساد و قانون شکنی و هرج و مرج و سوء مدیریت میشد که آثار و تبعات آن به بسیاری از حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور آسیب میزند. وزیر در کابینه آینده باید پاسخگو و مسئولیت پذیر و قانونمند باشد و در قبال مردم، پارلمان، مراجع، افکار عمومی، رسانه‌ها و جامعه مدنی احساس مسئولیت کند، عملکرد شفاف و به ابهام داشته باشد و تصور نکند که چون وزیر است در قبال هر کان فراقانونی مسئولیت دارد. 4. سرپرستی. سرپرستی یکی از بدترین آفتهایی بود که در طول دوران حکومت وحدت ملی بر آن سایه انداخته بود.
به گونه ای که نام دوم حکومت وحدت ملی حکومت سرپرست ها بود. شگفت انگیز است، اما برخی از وزارتخانه ها سالهای سال بدون وزیر باقی ماندن و از سوی سرپرست ها اداره شدند. سرپرست هایی که به هیچ مرجع دیگر جز رئیس جمهور پاسخگو نبودند و به همین ترتیب شمار از اصول قانون اساسی درباره صلاحیت های یک قوم مهم و بزرگ به نام قوای مقننه تعلیق و تعطیل شده بود. در کابینه آینده یک وزیر باید وزیر باشد نه سرپرست. به فرهنگ سرپرستی پایان داده شود و وزرا در برابر پارلمان و تصمیم های آن مسئول باشد و فروتانه تمکین کنند. سپاس که تا ایندم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.